اما خیلی از اونها میگویند چه لزومی داره ما در کارزار وکالت شرکت بکنیم؟ ما نظامیم، تابع دستوریم. شاهزاده رضا پهلوی رو فرمانده قانونی کل قوا میدانیم و اعتقاد دارن که نظامی وکالت نمیده، نظامی جان فدا میکنه. این یک رفقا درود. در مورد ارتشی ها و کارزار وکالت به شاهزاده رضا پهلوی صحبت. در مقدمه اول باید بدونیم وضعیت ارتش جمهوری اسلامی چطور است؟ وضعیت پرسنل در پادگان ها، یگان ها یا از نظر معیشتی چطوره؟ اونها رو مقایسه بکنیم با وضعیت اونها قبل از انقلاب. الان یک سرهنگ نیروی هوایی یا نیروی زمینی با بیش از 20-25 سال سابقه دریافتی ماهانش کمتر از 380 دلار، یعنی چیزی حدود 14 تا 15 میلیون تومان، که به هر حال تو اون سن و سال خیلی طبیعی است. خرج و مخارج زندگی و معیشت و احیانا اقساطی برای ازدواج یکی دو تا از فرزندان، چیزی اگر تای حقوقش از کسورات بمونه حدود 7-8 میلیون تومان، یعنی در واقع با همون حقوقی که بدون کسورات مد نظر بگیریم زیر خط فقر زندگی میکنه. تصور بکنید یک نظامی بعد از گذروندن 3-4 سال دوران دانشجویی، خدمت در مناطق بد آب و هوا، تازه میرسه به جایی که با درجه بالا مجبور زیر خط فقر زندگی بکنه. بسیاری از اونها شاید برخلاف تصور مجبورن برای اینکه معیشت بهتری رو داشته باشن یا برای اینکه از پس خرج و مخارج زندگی بر بیان، در ساعت پایانی خدمت قبل از اینکه از پادگان ها خارج بشن، درجات نظامی و لباس ها رو برمی‌دارن، داخل کیف میگذارن، با لباس شخصی سر کار دوم میرن. خیلی از اونها مجبورن برای اینکه مقداری درآمدی داشته باشن در طول ما، مسافرکشی بکنن، در اسنپ کار بکنن، شیفت شب برای نگهبانی باغ، نگهبانی ساختمون ها. بعضی از اونها مجبورن شغلایی رو بگیرن مثل باربری. باور نکردنیه ولی این واقعیته. نه اینکه به خودی خود شغل دوم برای اونها یا برای هر کس دیگه ای بد باشه. مسئله اینجاست یک نظامی در گذشته چطور زندگی میکرده و الان مجبوره چطور زندگی بکنه. آیا با میزان زحمتی که او برای تحصیلات یا در حین خدمت کشیده، آیا بر اساس شغلی که او داره، ریسک بالایی که داره، حقوقی رو میگیره که بخواد از پس زندگیش بر بیاد؟ عمق نارضایتی در بین نیروهای مسلح خیلی بالاست و دلیل اصلی اون هم مسائل معیشتی و اقتصادی است. با افزایش تعداد پرسنل ارتش در یکی دو دهه گذشته، مسئله بزرگ آنها مسکنه. مسکن رو به افرادی میدن، مسکنهای سازمانی به افرادی تعلق میگیره که به درگاه حکومت نزدیکتر باشن از نظر فکری و ایدئولوژی، به این خاطر که پارتی بازی در پادگانها در بین یگانها بیداد میکنه. فقط کافیه امام جماعت یک پادگان زیر نامه و توصیه نامه رو امضا بکنه که به یکی از پرسنل مسکن زودتر اهدا بکنن یا شرایطی براش فراهم بکنن که جای بهتری خدمت بکنه. در واقع کسی که وارد خدمت ارتش میشه، چه برای افسری و چه برای مدارس گروهبانی، شاید مجبور بوده این انتخاب را داشته باشه به هر دلیلی و هیچ امیدی نداره به اینکه در آینده خدمتیش حتی بتونه با حقوق و دستمزدی که میگیره مسکن تهیه بکنه، یعنی صاحب خانه بشه. عمده ترین مشکل ارتشی ها مشکل مسکنه. با وجود اینکه بنیاد تعاون ارتش وامهایی رو به اونها میده، مسکنهایی رو برای اونها ساخته، ولی تقریبا اغلب پرسنل ارتش حتی تا پایان زندگیشون نمیتونن صاحب خانه باشن. این برخلاف رویه ایست که قبل از انقلاب بود. در واقع ارتشی هم تحصیلات و وضعیت مناسبی داشت، هم زندگی با عزت و کرامتی داشت، هم میتونست با آرزوها و رفاهای نسبی زندگیش دست پیدا بکنه و هم عزت و افتخار داشت. به شغلی که میکرد میبالید. در بُعد فنی سواد ارتش در سالهای گذشته دستخوش تغییراتی قرار گرفته که بخشش مربوط به عدم نوآوری و استفاده از تجهیزات فرسوده و قدیمی است. یعنی هر چه که ارتش ما دارد اگر اغراق نباشد بیش از 90% تجهیزات اصلی اون همه میراث ارتش شاهنشاهی است.
ناوگان نیروی هوایی دست کم نیم قرن عمر خودش رو کرد. فانتوم ها، تایگر ها، سایر پرنده های هوا، پرنده ها و هواپیما هایی که در نیروی هوایی استفاده میشه عمر مفید خودشون رو تموم کردن. گاهن برای تعمیر یک هواپیما یا هلیکوپتر در نیروی هوایی مجبورن از قطعات هواپیما یا هلیکوپتر دیگری استفاده بکنند. به این خاطر که تحریم بودن، قطعات فرسوده است، تا بخشش هم جهاد خودکفایی داخل یگانها تونستن قطعات رو تعمیر بکنن. این به چه معناست؟ پرواز با هر کدوم از اونها یعنی ریسک مضاعف. پروازهای بی بازگشت، پروازهایی است که پرسنل نیروی هوایی و خلبانها با اون روبرو هستن. آمار سقوط هواپیماهای نیروی هوایی در ایران در بین تمام کشورهای منطقه رده بالا رو داره. به این خاطر اصلا هم توجه بکنید شرایط جنگی نیست. برای یک ماموریت ساده گشتی، برای پروازهای تمرینی و آموزشی. فقط در 3-4 سال اخیر 4-5 حادثه مرگبار در نیروی هوایی اتفاق افتاده. هواپیماهایی که ادعا میکنن بومی است، ولی همش رنگ شده قناری هایی هستن که جای در واقع اونها رو به جای فولکس واگن مجبور میکنن که ارتشی ها ازش استفاده بکنن و به غیر از این هم نمیتونن کاری بکنن. یعنی ما این رو نداریم که یک پرسنل بگه من سوار این هواپیما نمیشم به این خاطر که قدیمی است، موظف است اجرای فرمان کند. در مقابل تجهیزاتی که در ارتش شاهنشاهی نو از آمریکا، روسیه، انگلیس وارد شده بود، همه در رده بهترین تجهیزات بودند، بهترین پروازها را داشتند و سیف‌ترین وضعیت رو خلبانان ما قبل از انقلاب تجربه می‌کردند. در نیروی زمینی هم وضعیت به همین ترتیبه. نیرویی که بیشترین استعداد پرسنل در بین سایر واحدهای ارتش رو داره. بدترین مناطق خدمت می‌کنند. در بدترین پادگان‌ها خدمت می‌کنند. پادگان‌ها با کمترین تجهیزات دور از مرکز. و اتفاقی هم که افتاده در تقریبا 10 سال اخیر طرحی رو اجرا کردن برای از بین بردن لشکرهای قدیمی کلاسیک که بر اساس ژئوپلیتیک ایران و خاورمیانه اون لشکرها در نواحی مورد نظر قبل از انقلاب مستقر بودند. طرحی رو اجرا کردن به اسم توانمندسازی یا بهینه‌سازی نیروی زمینی. یگانها رو تبدیل، لشکرها رو تبدیل به تیپ‌های واکنش سریع کردن. سازمان نیروی زمینی ارتش به هم ریخت. تیپ‌ها سر و سامان ندارد. یک پرسنل حتی نمیدونه که باید در کدوم واحد خدمت بکنه، چطور باید خدمت بکنه، وضعیتش کجاست، در چه چارتی قرار میگیره. اینها مشکلاتی است که به اختصار نیروی زمینی با اونها روبروست. از آن گذشته دسترسی به بهداری ندارند. بیمارستان ها غالبا امکانات بسیار کمی داره. اعتیاد در بین پرسنل نیروی زمینی بیداد میکنه. افسردگی همینطور. مسائل و مشکلات خانوادگی که ریشه در بنیه مالی اونها داره همینطور. هیچ وقت شما گزارشی در مورد افزایش طلاق در بین نیروهای مسلح به ویژه ارتشی ها نمیخونید. کمتر گزارشی در مورد وضعیت بحرانی معیشتی اونها منتشر میشه. قبل از انقلاب جدیدترین ناف و نافچه ها برای نیروی هوایی، نیروی دریایی بود. بهترین زیردریایی ها خریداری شد. ماموریت های با حقوق بالا مربوط به حفظ و نگهداری از امنیت آبراه های اصلی. درست برخلاف نیروهای ارتش و سپاه جمهوری اسلامی که در حال حاضر وجودشون در دریاهای آزاد جز مزاحمت و دردسر چیزی ندارد، در آن دوران ایران به عنوان ژاندارم منطقه امنیت این آبراه‌ها را تضمین می‌کرد. فرای همه اینها پیش از انقلاب پادشاه فقید در رأس ارتش به عنوان فرمانده کل قوا خودش از علوم استراتژیک و نظامی سر در می‌آورد. او فن پرواز می‌دانست. با خریدهای نظامی آشنا بود. از نزدیک بر اساس آنچه که منطقه نیاز دارد، بر اساس نیازهای واقعی ایران برگرفته از نگاه و آشنایی با جغرافیا، پادگانها رو مستقر کرد، لشکرها رو دستبندی شد، خریدها انجام می شد و خودش بر اونها نظارت می کرد. جا
جایگاه ایران در مورد مسائل نظامی و موقعیتی کاملا با آنچه که امروز در منطقه میبینیم متفاوت بود. درست برخلاف علی خامنه‌ای که نه بویی از نظامیگری برده و نه اطلاعات و آگاهی از آنچه که در ارتش میگذرد دارد. به طور کل برای علی خامنه‌ای ارتش یک سازمان مزاحمه. حتی با وجود اون که فرماندهان چاکر مهابی در رأس ارتش برای او خدمت میکنن، همچنان به بدنه این سازمان اعتماد ندارد و این اعتماد مربوط به اول انقلابه. به این خاطر که در همان ابتدای انقلاب هم فرماندهان ارتشی که همه تحصیل کرده و خدمت کرده ارتش شاهنشاهی بودند با آخوندها مشکل داشتند. اینکه آخوندها بخوان وارد دم و دستگاه‌هایی بشن که هیچ تخصصی از اون ندارن ارتشی‌ها رو آزار میداد. اینکه سپاهی‌ها و پاسداران بخوان نبض جنگ رو به عهده بگیرن برای ارتشی‌ها قابل تصور نبود. مبنا و اساس رزم سپاه و ارتش از زمین تا آسمان با هم متفاوت است. سپاه پاسداران یک نیروی مزدور برای حفظ جمهوری اسلامی است، در حالی که ارتش از زیربنا و ساختار بر اساس اساسنامه وظیفه‌اش حفظ تمامیت ارضی و پاسداری از مرزها است. وظیفه‌اش وظیفه ملی است، وظیفه‌ای که هرگز برای سپاه پاسداران حتی مصنوعی نتونستن پیاده کنن. از این رو به هر بهانه‌ای در تمام این 40 سال اخیر هر فرصتی رو آخوندها و سپاهی‌ها برای تخریب ارتش از دست ندادند. از تقسیم بندی واحدها و پرسنل گرفته تا در نظر گرفتن بودجه بهتر و پروپیمانتر برای سپاه تا امتیازاتی که به پرسنل اهدا کردند. بیرون اومدن ارتشی‌ها از پادگان‌ها مثل اعتصاب مثلا پرسنل شرکت نفت ساده نیست. مثل اعتصاب یا تجمعات کارگری ساده نیستش. همون اتفاقات اگر در چارچوب یک پادگان بیفتد به همون سبک اعتراضات، مجازات اون چندین برابر است. ضمن اینکه به عنوان مثال اگر یک فعال کارگری یا یک فعال سیاسی با مشکلاتی مشابه روبرو بشه، دست کم یکی دو سه رسانه به اون میپردازن، سایر فعالین سیاسی و کارگری یا حقوق بشر اسمی از اون رو متوجه میشن، در صدر رسانه ها میاد و یک حمایت داخلی یا بین المللی پشت سر اونها میاد. اما ارتشی ها حتی نامشون رو هم به رسانه ها منتشر نمی کنن. به این خاطر ریسک بیرون آمدن، کنار مردم ایستادن، با انقلاب همراه شدن رو باید بسپارن در آخرین و واپسین و تاثیرگذارترین لحظات یک انقلاب. در واقع ارتش زمانی که پشت سر یک انقلاب جدید قرار میگیره که کار رو تموم بکنه. بنابراین ما نمیتونیم توقع داشته باشیم اونها در این مراحل بیان. شما تصورشو بکنید در جریان اعتراضات اخیر یکی از پادگانها اگر وارد واکنش میشد، اگر کنار مردم میستاد، شب که میشد خب مردم به خانه ها برگشتن. ارتشی ها چه باید میکردند؟ نمونه اون رو در یکی دو سه مورد البته دیدیم. در مراسم 40 زنده‌یاد مهسا امینی در پادگان سقز، زمانی که سرکوبگران بسیج و سپاه به سمت مردم تیراندازی کردند، دژبان پادگان سقز در رو باز کرد و مردم رو وارد کرد که جا و پناهی به اونها بده. از دژبان اون پادگان خبری نیست. آیا اسمش رو میدانی؟ از فرمانده اون پادگان خبری داری؟ از سربازانی که اونجا خدمت میکردن آیا خبری به بیرون منتشر شد که چه عاقبتی داشتن؟ اتفاقات مشابه در شهرهای دیگه نظیر اصفهان، پایگاه‌های دریایی ما، شهر اشنوی هم افتاد. کمتر کسی اما خبردار شد. فراموش نکنیم پیوستن ارتش به انقلابیون لزوماً دلیل بر پیروز شدن اون انقلاب نیست. خاطرتون هست با شروع بهار عربی، بعد از اون که تظاهرات در سوریه علیه رژیم بشار اسد بالا گرفت، بخشی از ارتش تحت عنوان ارتش آزاد جدا شد، به مردم پیوست، جنگ مستقیم و مسلحانه رو علیه ارتش رژیم اسد شروع کرد و حتی پشتوانه نظامی رو هم از طرف کشورهای منطقه و آمریکا و غربی‌ها دریافت کرد. اما در نهایت سوریه وارد جنگ داخلی شد. در ونزوئلا هم قضیه مشابه تکرار شد. بخش گسترده‌ای از ارتش علیه خوان کارلوس در ونزوئلا هم اتفاق مشابه افتاد. ارتش نصف شد.
خیلی از فرماندهان اون حتی به آمریکا و کلمبیا پناهنده شدن و از دور راهبردهای خودشون رو برای پیروزی انقلاب میدادن. اما انقلاب ونزوئلا به نتیجه نرسید و دیکتاتور هنوز سر بست. بنابراین پیوستن ارتش در مراحل ابتدایی به انقلاب لزوما تضمینی برای پیروزی اون نیست. ارتشی ها علاوه بر این که می دانند آنچه که از ارتش باقی مانده میراث پادشاه فقیده، حس نوستالژی که نسبت به گذشته دارند، جایگاه و عزت و افتخاری که در گذشته ارتشی داشت و امروز از دست داده، معیشت و رفاهی که در گذشته داشت و امروز از دست داده، مسئله اینجاست. آیا فاکتورهای دیگری هم داریم که اثبات بکند همچنان در بدنه ارتش هستند کسانی که نسبت به گذشته تعلق خاطر و ذهنیت مثبت داشته باشند؟ جواب مثبته. از کجا میشه این افراد رو پیدا کرد؟ به شما چند نمونه رو معرفی میکنم. یکی از باسوادترین افسران ارتش چه در دوره پادشاه فقید و چه بعد از انقلاب تیمسار بختیاری بود. تیمسار بختیاری در دوره‌ای که دانشجوی دانشگاه افسری بودم من، حدود سال 81 یا 82 استاد هنر جنگ بود. فوق‌العاده خبره. در لشکر 92 زرهی اهواز او رو پدرانه و عاشقانه دوست دارم. از طراحان عملیات بیت المقدس بود. تیمسار مسعود بختیاری سال 1338 وارد ارتش میشه و تا به امروز هم همچنان در کنار پرسنل ارتش هست. مواضع بسیار مستقلی داره، بسیار میهن پرسته. ایشون مصاحبه‌ای داره با روزنامه اطلاعات، روزنامه اطلاعات چاپ تهران، دوم مهر ماه 1398، ببخشید اول مهر ماه. بخشای از اون رو حوصله اگر بکنید براتون میخونم به اختصار. میگوید وقتی انقلاب میشود نیروهای نظامی موظفند از نظام حاکم دفاع کنند. منظورش نظام پهلوی است. اما هنگامی که انقلابیون به پیروزی میرسند، ارتشی ها مقابل آنها میایستند و اولین کار همه انقلابیون در همه جای دنیا مقابله با ارتش و ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و نفرات است. اشارش به اعدام فرماندهان و ارتشی ها ابتدای انقلاب، جنایت بزرگ آخوندان. به هر روی به دلیل محبوبیت نداشتن ارتش و احتمال کودتا از طرف اون رژیم جدید تازه مستقر، فراهم کردن مقدمات طرح امکان نبود. میگه ارتش بعد از اینکه آخوندها اومدن سر کار فشل شد. در ادامه مصاحبه میگه واقعیت دیگر این است که انقلابیونی که مدیریت کشور رو به دست گرفتند از پختگی سیاسی برخوردار نبودند و کسانی به سمت‌های حساس گمارده می‌شدند که حتی الفبای آن کار را هم نمی‌دانستند. احساس قدرت فراوان می‌کردند. به هر حال انقلاب کرده بودند و یک حکومت را سرنگون کرده بودند، اما ابزار قدرت را نداشتند. احساس قدرت باید مبتنی بر ابزار قدرت، یعنی ارتش باشد. شما این ابزار را کنار می‌گذارید و با داشتن احساس پیروزمندانه‌ای که بعد از انقلاب در شما شکل گرفته، حتی احتمال حمله به عراق را هم نمی‌دهید. احتمال حمله به عراق را هم نمی‌دهید. اینها صحبت‌های تیمسار بختیاری با روزنامه اطلاعات اول مهر ماه 1398 که کامل توصیف می‌کنه که با اومدن آخوندها چه بلایی سر ارتش اومد. مصاحبه دوم یک روز بعد از این مهر ماه 1398 با تیمسار رحمان قضات. تیمسار رحمان قضات سال 95 فکر میکنم معاون هوانیروز بود. خلبان کبراست. به روزنامه اطلاعات میگه در مجموع باید بگویم ضرباتی که هوانیروز در روزهای اول جنگ به عراق زد بی‌نظیر بود. اینها رو داره میگه در دفاع از خریدهایی که پادشاه قبل از انقلاب داشت
و توضیح میده که چقدر میدونست قراره از طرف عراق چه برای ایران تهدیداتی داشته باشه، بر همون اساس خریداتش رو انجام کرد، خریدات نظامی رو. میگه این رو هم باید بگویم که در شروع جنگ هوانیروز نسبت به دیگر نیروهای ارتش وضعیت بهتری در تجهیزات داشت و دلیلش هم آن هست که هوانیروز در جریان انقلاب تقریبا دست نخورده باقی مانده. خیلی از پادگان‌های نیروی زمینی ارتش توسط مردم تصاحب و تجهیزات خارج شده بود، ولی در هوانیروز بجز پادگان قلعه مرغی آن هم ارتشی‌ها خودشان درهای آن را به روی مردم باز کردند. هیچ پادگان دیگری تصاحب نشد. میگه به غیر از قلعه مرغی که خود افسرا در آن را باز کردند که مردم وارد شدند، هیچ پادگان دیگری هوانیروز کنار انقلابیون نایستاد. از اینجا به بعد شاید مهمتر باشه، حوصله کنید. شاه هم تجهیزات فراوان و پیشرفته‌ای برای هوانیروز خریده بود. جلوی هر تانک عراقی یک هلیکوپتر کبرا می‌گذارم، به نقل از شاه میگه. حتی گفته می‌شد فرمانده وقت هوانیروز منوچهر خسرودان از وزارت نفت بودجه مستقیم می‌گرفت و صرف خرید تجهیزات می‌کرد. این بود که هوانیروز ایران در شروع جنگ مشکلی در تجهیزات نداشت و بعد از امریکا دومین هوانیروز مجهز دنیا به حساب می‌آمد. این رو کی میگه؟ رحمان قضات، معاون سابق هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی، در مورد دستاوردهای ارتش شاهنشاهی و تأثیرش در این مقابله با صدام متجاوز. خب با این مقدمه نسبتاً طولانی امیدوارم حوصله‌تون سر نرفته باشه. گفتنش دلایلی رو برای ما روشن می‌کرد که چرا ارتشی‌ها درونن گرایش دارن به پهلوی. در فردای پس از آزادی، زمانی که اوضاع انقلابی است و به هم ریخته و هرج و مرجه، تنها نیروی قابل اتکا برای مردم ارتشه. به این خاطر که هم انگیزه اون رو دارند و هم برای این کار آموزش دیدند، حتی اگر تحت آموزش هایی باشه که جمهوری اسلامی به اونها داده، اساس فنی و رزم رو که مأموریت رو که از آنها نگرفتن، که اگر گرفته بودن، اگر نیروی بودن که مثل سپاه علی خامنه‌ای میتونست روی اونها حساب بکنه، حتما در دورانی که تظاهرات میشد اونها رو به خیابون میآورد، حمام خون بیشتری را میداخت. علی خامنه‌ای به ارتشی ها هرگز اعتماد نداره، دلیلش هم کمی قبلتر خدمت شما گفتم. نظر فرماندهان رده بالای ارتش نسبت به شاه همچنان مثبته. اونها می دانستند که شاه یک وطن پرست واقعی است و همین علی خامنه‌ای رو اذیت میکنه. برگردیم سر کارزار وکالت به شاهزاده. وقتی که با خیلی از همکارا صحبت میکنی، بعضی از اونها وکالت دادن، علنی کردن، ویدیوهاش اومده، تعدادشون محدودتر بوده، اما خیلی از اونها میگوین چه لزومی داره ما در کارزار وکالت شرکت بکنیم؟ ما نظامیم، تابع دستوریم، شاهزاده رضا پهلوی رو فرمانده قانونی کل قوا میدانیم و اعتقاد دارن که نظامی وکالت نمیده، نظامی جان فدا میکنه. این یک دلیل اصلی و بیبرو برگرده برای اونها. جمهوری اسلامی نمیخواد اینها اطلاعاتی باشه که به بیرون درز میکنه. جمهوری اسلامی نمیخواد اینها صحبتهایی باشه که بهش پرداخته میشه. به خاطر همین حتی ممکنه علیه ارتش برنامه سازی کنن، حتی ممکنه کسانی رو بفرستن در شبکه های خارج از ایران که بیانو به ارتش بتوپن، بیانو ارتش رو پایمال کنن، بیانو به لطمه بزنن به حیثیت ارتش، با این دلیل منطقی یا به ظاهر منطقی که چرا پشت مردم نایستادن. اما باز نمی کنن که محدودیت های ارتش چه بوده، باز نمی کنن که پیوستن ارتش در این مقطع از انقلاب میتونه اثرات منفی بیشتری داشته باشه تا نسبت به زمان مناسب و جای مناسب و مقطع مناسب برای که کنار مردم قرار بگیره. شک نکنید ارتش کنار مردم خواهد بود. اغلب نیروهای ارتشی از نزدیک در اینستاگرام هستن، شبکه ها رو مرور میکنن، آگاهند که پشت دور برشون چه میگذرد.
خودشون رو از جزوی از مردم میبینن. مشکلاتی رو که تحمل میکنن اینو مشکلات مردمه. فرزندان بسیاری از اونها، حتی اونهایی که شهدای جنگ ایران و عراق بودند، از اعتراضات حمایت کردند. اونها حتی در ویدیوهایی رسما از حکومت خواستند که از خون پدران اونها برای تبلیغات استفاده نکنند. جانبازان جنگ، اونهایی که شیمیایی هستند، اونهایی که نیاز به دارو هستند، بیشترین عذابو میکشند. اینها واقعیت‌هایی که حتما در برنامه‌های بعدی بیشتر راجع بهشون صحبت می‌کنیم. موفق باشید.